هشدار وزیر خارجه عربستان نسبت به فعالیت‌های مخرب رژیم ایران. نخست وزیر انگلستان: حمایت رژیم ایران از شبه نظامیان مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت است. دونالد ترامپ: من در کنار مردم ایران هستم. با سلام، در یک نگاه این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی طی سخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا به فعالیت مخرب رژیم ایران اشاره کرد و گفت این فعالیت ها و اقدامات به خصوص پس از امضای برجام افزایش پیدا کرده است. رژیم ایران میلیاردها دلار پول به دست آورد. این پول صرف موشک برای شبه نظامیان حوثی، مواد منفجره برای بحرین و جنگ در سوریه شده است. نخست وزیر انگلستان در جلسه شورای امنیت گفت And Iran's proliferation of missile and sophisticated military technology to groups like Hezbollah in Lebanon or as the UN's panel of experts concluded the Houthis in Yemen is also not in compliance with Security Council resolutions. گسترش برنامه موشکی و تکنولوژی پیچیده نظامی رژیم ایران به شبه نظامیان حزب الله در لبنان و شبه نظامیان حوثی در یمن با قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد منطبق نیست. ترزا می افزود ما باید اقدامات قاطع‌تری در شورای امنیت علیه رژیم ایران ببینیم تا هم با انتقال و هم با گسترش این تکنولوژی‌ها مقابله شود. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل دخالت‌های رژیم ایران در یمن را محکوم کرد و خواهان متوقف کردن دخالت رژیم ایران در یمن و تأمین مالی گروه‌های تروریستی توسط این رژیم شد. وی گفت رژیم ایران مستمراً در حال تأمین تسلیحات، موشک‌ها و حمایت از تروریسم است. این رژیم در حال دخالت آشکار در یمن است. دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفت توافق اتمی یک توافق احمقانه بود. ما 150 میلیارد دلار پول به رژیم ایران دادیم و 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد برای آن فرستادیم. در ایران الان در هر شهری شورش است. بسیار بزرگتر از شورش هایی که در زمان اوباما جریان داشت. من در کنار مردم ایران هستم. در ایران الان تورم در اوج است و نمی شود نان تهیه کرد و ریال بی ارزش شده است. Their money is worthless. Everything is going wrong. They have riots in the street. You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster. دونالد ترامپ افزود الان شرکت ها باید انتخاب کنند یا با ما کار کنند یا با رژیم ایران. بسیاری از شرکت ها دارند ایران را ترک می کنند. Mercedes-Benz just left. They're all leaving. They don't want to be in Iran because they have a choice. Do they want to be with Iran or do they want to be with us? جمعی از رانندگان شرکت واحد پروژه مسکن سپیدار 2 و 3 در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از تحویل خانه‌هایشان مقابل تعاونی مسکن رژیم در تهران تجمع کردند. بنا به خبر دیگری، جمعی از کشاورزان زیار اصفهان در اعتراض به خودداری رژیم از پرداخت حقابه تحسن کردند. پیش از این کشاورزان معترض ورزنه در اعتراض به انتقال آب 16 تیر برق برای انتقال آب اصفهان به یزد را تخریب کردند و جریان انتقال آب را قطع کردند. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد مأموران زندان گوهردشت کرج از درمان زندانی سیاسی آرش صادقی که به سرطان مبتلا است جلوگیری می‌کنند. فیلیپ لوتر از مدیران عفو بین الملل گفت رفتار مقام‌های رژیم ایران با آرش صادقی نه تنها به طرز غیرقابل توصیفی ظالمانه است، بلکه از منظر حقوقی نوعی شکنجه محسوب می شود. به پایان در یک نگاه این ساعت رسیدیم. از همه شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهدار.